پاشو پاشو وقتش بیای بیرون از پیله، بیار پایین کرکره یه غم و بس دیگه تحصیله، ببین رفته زمستون و سال تحویله، سال تحویله. نشین آروم بودو جوان پیر و خبر کنه چلو فه چار شده فصل بهار، بگو مردم خبردار، بپر برو بالا 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 تر، رو لبت خنده هرچی بیشتر قشنگ تر، خبت غمو بگی بندازش بیرون، صدای خنده ترسه به آسمون. خنده وانه تیاخ اون خنده بیاد رو لب دختر گل فروش غمگین و کمرو، بطار زندگی زاره میره جانمون از روزای بهاری، وقتشه برو 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 رو موج شادی، همیشه خنده جانه. جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خندوانه. بفرمایید حالتون چطوره؟ عالی. احبا حال منم عالی. حال خندوانه تو خونه؟ عالی. بریم موسیقی منو پخش کنیم. میگن خنده زبان زمان آریایانه، پس از همان دوران بوده پخش میشده خندوانه. ایران 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 تو نمازه جارم، ایران 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 ایران
آدم حسابی هستی. خیلی. ما خیلی کارمون درسته. خیلی. بریم بیایم. آماده، یک، دو، سه. اینجا. افتخار علی. سلام. سلام. آقا یه چهارشنبه سوری گفتم آتیش بازی نکنم، بشینیم تو خونه حافظ بخونیم. رفتم کتاب فروشی، گفتم آقا باشه این حافظتون چند؟ گفت 480,000 تومان. گفتم اون حافظ چند؟ گفت 340,000 تومان. گفتم اینم میشه قیمت بدین؟ گفت 240,000 تومان. دیدم یه حافظ کوچولو داره، گفتم این چند؟ گفت 10,000 تومان. حافظه رو گرفتم رفتم خونه، همینطور دستم گرفتم، گفتم حافظ تو رو به شاخ نباتت قسم. باز کردم دیدم بد اومد، دوباره بستم گفتم حافظ تو رو به شاخ نباتت قسم. دوباره باز کردم دیدم بد اومد، گفتم حافظ جون مادرت شاخ نبات رو بخیار. دوباره باز کردم دیدم بد اومد، همینطور رندوم زدم دیدم همش بده. رفتم کتاب فروشی گفتم آقا این حافظی که به من دادی همش بد میاد. گفت حافظ 10 تومانی ناله میکنه فقط. گفتم بلش کنم همون چهارشنبه سوری آتیش بازی کنم. اومدم ترقه روشن کنم، یه گوی بابام رسید یکی زد پس کلم. گفت تو خجالت نمیکشی؟ یکم بچه‌های مردم رو نگاه کن، یاد بگیر به جای این مسخره بازی ها النگ بازی ها کارهای بزرگ انجام بده. گفتم یعنی درس بخونم؟ گفت نه، یعنی پیکنیک بنداز تو آتیش. گفتم پیکنیک؟ یهو یه آرت پیچی در آورد، گفتش که میترسی میخوای با این شلیک کنم؟ گفتم بابا با آرت پیچی اینطوری شلیک میکنن. گفتم من میخوام با اون ور شلیک کنم. گفتم این گلوله نداره؟ گفت این آرت پیچی، بگی من برم گلوله هاشو بیارم. آرت پیچی تا داد دستم پلیس رسید، یهو بابام در رفت. پلیس گفت اون چیه؟ گفتم آر پی چیه. گفت داری مسخره میکنی؟ گفتم به خدا آر پی چیه. گفت ازش چه استفاده ای میکنی؟ گفتم چیزه، این استفاده دارویی میکنم من، دکتر تجویز کرده. گفتش که دستاتو ببر بالا، پاهاتو 180 باز کن. دستامو بردم بالا اینطوری کردم. گفت داری چیکار میکنی؟ گفتم 180 تموم کردم، به جا 6 تا زیتا واسات باز کن. گفت نه، مثل اینکه لحنت با ما درست نیستش. به همکارش گفت به نظر تو کدوم جیبشه؟ گفت من میگم جیب چپشه. بعد گفت منم میگم جیب چپته، جیب چپ تو خالی کن. گفتم جیب چپ انتخاب آخرتونه، میتونین از گزینه تماس تلفنی استفاده کنین. گفتش بهت میگم خالی کن یعنی خالی کن. یو انداخت منو تو ماشین، گفتش که میریم تکلیفت رو روشن میکنیم. اومدیم بریم، دیدم سر کوچه بابام وایساده. جوری زدم گفتم بابا کمک کمک. پلیسا گفت داری به چی میزنی؟ گفتم به شیشه. گفت شیشه که باینه. گفتم ببخشید. یه بابا اومد جلو ماشین، گفتش که میتونم وقتتون رو بگیرم؟ پلیس گفت بفرمایید. گفت این جوون چیکار کرده؟ گفتش که نظم عمومی رو برهم زده. گفت من ازتون خواهش میکنم به خاطر موی سفید من، قسمتون میدم من 28 سال تو این محلم، ازتون خواهش میکنم این عراض لباش رو بل نکنید. پلیس گفت نه این اسلحه گرم امراش بوده، ولش نمیکنیم. بابام گفت اوه به قیافش میکنه آربیجی هم حمل میکرده. بعد گفت دقیقاً، ولی گلوله هاش امراش نبوده. بابام گفت اوه
به قیافش میخوره که گلوله ها رو پلاک 69 طبقه دوم زیر پاگرد اول تو گلدون زرده گذاشته باشه. گفتم بابا چی میگی؟ گفت اوه اوه معلوم نیست چی زده که توهم زده. گفتم یعنی من پسرت نیستم؟ گفت من اصلا مال این محله نیستم، من اینجا گم شدم. گفتم همین الان گفتی من 28 ساله تو این محله. گفت من 28 ساله تو این محله گم شدم. من انداختم تو ماشین گفتم بریم کلانتری. رفتیم کلانتری، زنگ زدم بابام دوباره اومد. گفتم بابا تو رو خدا سند بذار من بیام بیرون. گفت ببین تو باید اون تو بمونی تا بفهمی شرافت انسانی یعنی چی. گفتم بابا 500 هزار تومان بهت میدم یه سند واسم بذار. گفت تو فکر کردی من واسه 500 هزار تومان شرافت انسانیمو میذارم زیر پا؟ گفتم 550 میدم. گفت اوکی. گفتم به خاطر 50 تومان؟ گفت به خدا سود ما تو همین 50 تومان. اومدیم بیرون، گفت ببین چهارشنبه سوریت باید سنتی باشه، ترق بازی نه اشتباه. زمان ما قاشق زنی میکردیم، یعنی ملافه مینداختیم رو سرمون، یک ظرف میرفتیم میرفتیم زنگ همسایه رو میزدیم آجیل میگرفتیم. دو تا ملافه، یک انداخت رو سر خودش، یک انداخت رو سر من. اومدیم بریم بیرون، گفت علی؟ گفتم جانم. گفت موهام بیرون نیست. گفتم خوب رفتی تو نقشه تا؟ گفت نه احمق سینوزیت دارم. اومدیم از در رفتیم بیرون، یوهی ماشین دو تا پسر جلومون وایسادن. بعد پسر بوق زد، گفت ببخشید خانوم ما قصد ازدواج نداری؟ بابام گفتش که من که نامزد دارم ولی ایشون مجردم. گفتم بابا چی میگی؟ گفت لگد میزنی به وقت دو بنز داره. گفتم بابا برو مزاحم نشو، برو. ماشین رفت. بعد بابام گفت ببین بیا تو ملافه رو از رو سرت بردار، من فقط ملافه بذارم با فاصله هم وایسیم که اینجور مزاحمت ها پیش نیاد. با فاصله بابام جلوتر با ملافه رفت، منم پشت سرش رفتم. همینطوری داشتیم میرفتیم یوهی پلیس ترمز زد. بعد پلیس برگشت گفتش که خانم مزاحمتون شدم؟ بابام گفت ای چقدر خوب رسید اینجا جناب صاحب، این گرد چهار تا چهار راه دنبال منه. بعد پلیس برگشت بابام گفت خجالت نمیکشی؟ گفتم به خدا بابامه. بابام اینطوری کرد ایوه خاک به سرم، بابا نه خانم صبوری. آقا دوباره ما رو انداختن تو ماشین بردن کلانتری. بردن اونجا گفتن شب عیده بازداشتت نمی کنیم، به جاش باید کمک کنی به مردم، تو بیمارستان خدمات بدی به مردم تا عفو بخوری. بعد دیدین که تو بیمارستان ایران این واسه همه تو رخ داده، آدرس دادن تو بیمارستان اینطوری، آدرس هر جایی که می خواهیم یه انتهای راه رو دسته چپ. مثلا میگی دستشوی کجاست؟ میگه انتهای راه رو دسته چپ. میگه آی سی یو کجاست؟ میگه انتهای راه رو دسته چپ. میگه مثلا بابای من حالش بده تو کماست کجاست؟ میگه انتهای راه رو دسته چپ. یه بار من شوکه شدم به خانم پرستار گفتم خانم بس باش ابتدای راه رو دست راست کجاست؟ گفت انتهای راه رو دسته چپ. بعد من یه بار تو اتاق یه مریض بودم، مریض پیرمردی بود، این گوشیم شارژ نداشت، یه دو شاخه رو کشیدم شارژر رو زدم به برق، یوهی خانم پرستاره اومد گفت چی کار داری میکنی؟ اینا برق کشیدی الان میمیره. بنده خدا به دستگاه وصل بود. گفتم نه این مریضتون خیلی تو برق بود، فول شارژ شد. گفتم این باتریش خراب میشه. گفتش شارژر تو در بیار بزن سریع دستگاه رو بزن به برق. رفتم زیر تخت دو شاخ رو گردم تو ویریز، گفتم که روشن شد؟ گفت آره. گفتم بزن سه ببین تصویر میاد. گفت بیا برو بیرون، بیا برو بیرون. اومدم بیرون تو راه رو وایستاده بودم همینطوری، دیدم یه خانم دکتر موجه ته راه روه. گفتم خدایا میشه این خانم دکتر با من ازدواج کنه؟ دیدم خانم دکتر اومد نزدیک و نزدیک و نزدیکتر، رسید پیش من گفت آقا ببخشید. گفتم جان علی. گفت من علی نگفتم. اهدایی هستین؟ گفتم من صبوری هستم. گفت من با اهدایی کار دارم. گفتم من صبوری اهدایی هستم. گفت پس بیا بریم تو اتاق. رفتیم تو اتاق، گفتش که الان مطمئنین؟ گفتم خیلی مطمئنم. گفت خانوادتون خبر دارن؟ گفتم انشالله بعدش خبردار میشن. خانواده شما چی؟ گفت به خانواده من چه ربطی داره؟ گفتم آفرین، همین که اول کار پای خانوادتو بسط نمیکشی یعنی 100% مطمئنم. گفت آزمایش خون دادی؟ گفتم میدم. گفت بس برو تو اتاق عمل. رفتم تو اتاق عمل، نشستم یه آقایی هم کنارم بود. گفت شما گیرنده ای؟ گفتم من شدیداً گیرنده‌ام.
گفت گیرنده چی؟ گفتم گیرنده چی؟ یه بار دیگه اینطوری حرف بزنی سرامتو میکشم و درست حرف بزن. گفت گیرنده چی؟ گفتم گیرنده خانم دکتر، میخوام بگیرم باهاش ازدواج کنم. گفت اینجا قسمت پیوند اعضا چی میگی؟ خودم پیوند اعضا یوی بیهوش شدم. بهوش که اومدم دیدم چش راستم سیاه‌سفید میمونه، چش چپم رنگی. بعد یه آقای تو اتاق عمل بود، گفتم آقا این عوارض دارو بیهوشیه. گفت نه، شما دو پر از شبکیت رو اهدا کردی، دریچه پیلورت رو اهدا کردی، تحالت رو اهدا کردی، یک کلیه، یک سیخ جیگر. گفتم با دنبه یا بی دنبه؟ گفت نه جی. گفت نه جیگر ساده بود. گفتم خوهکم برداشتین یا نه؟ گفت نه. گفتم همینا بود دیگه. گفت بله. گفتم پاچمو تست کردی؟ هر کی برده راضی بود، فقط خواستین استفاده کنی قبلش رو آتیش کز بدین. گفت چی داری میگی؟ یوی ما رو بردن از اونجا تو یک مراسم تقدیر و تشکر. طرف گفت خیلی خوشحالیم که آقای صبوری 30% از اعضای بدن رش رو به صورت رایگان اهدا کرده. من رفتم اون بالا، گفتم من این مدالی که بهم دادیم رو تقدیم میکنم. گفتم ما قرار نیست بهت مدال بدیم. گفتم من این تندیسی که بهم دادیم رو تقدیم میکنم. گفتم تندیسم قرار نیست بهت بدیم. گفتم اون لوح تقدیر چی؟ گفت نه پرینترمون خرابه، لوح تقدیرم قرار نیست بدیم. گفتم مهر صدافنی نداریم؟ گفت نه. گفتم آقا میشه بغلم کنی؟ رویم بازم یکی بغلم کنه. گفت نه، عوضش بهت یک دستگاه هدیه میدیم. گفتم یک دستگاه چی؟ گفت بودجمون هنوز تعیین نشده، فعلا یه دستگاه خالی بهت میدیم، بعدم تعیین میکنیم چیه. گفتم یعنی چی یه دستگاه بهت هدیه میدیم و اینا؟ گفت عوض این کاره ایم که کردی شما عفو میشی، یعنی دیگه نیازی نیست تو بیمارستان خدمت کنی، اون کاری که کردی بخشیده شد، بیا بیرون. اومدم بیرون دیدم چقدر کمک کردن و خدمات انسان دوستانه حال میده. گفتم به عنوان امدادگر داوطلب برم خودم رو معرفی کنم. روز اولی که ما رفتیم اونجا، یعنی به عنوان امدادگر رفتم، روی کوه برف شدید اومد، 12 نفر گیر کردن، گفتن آقا اینا رو باید نجات بدیم. من رفتم تو هلیکوپتر، خلبان اومد گفتش که کپیتان احمدی مسلم زاده جباری کوچه اصل بالا کوهی سرخابی هستم. گفتم که من میتونم باهاتون راحت باشم، خیلی طولانیه، میشه من احمدی مسلم زاده کوچه بالای اصل سرخابی خالی زداتون کنم؟ گفتم من رو کاپیتانش اساسم باید کامل زدام کنم. گفت ببین تو هلیکوپتر 2 در در جلو 2 در در عقب وجود داره که همگی خراب است. زیر صندلی شما یک ماسک اکسیژن، یک جلیقه نجات و یک عدد کارت هدیه 1,000,000 تومانی قرار داره. اومدم خرمشن بردم، گفت اسکلت کردم. بعد اینطوری کرد: Hi, my name is Captain احمدی مسلم زاده کوچه بالای اصل رد بلو. گفتش که Are you ready for take off? Everybody ready for take off. یه های هلیکوپتر روشن کرد، یه تکون شدید خورد. گفتم چی شد؟ گفت ببخشید پامو زود از رو کلاس برداشت. رفتیم بالا داشتیم پرواز میکردیم، یه هایی برگشت گفتش که مسافرین عزیز متاسفانه موتور 1 خاموش شد، ما الان داریم با موتور 2 میریم. یه ذره رفتیم جلوتر، گفت موتور 2 خاموش شد، داریم با 3 میریم. دوباره گفت 3 روشن شد، داریم با 1 و 2 میریم. دوباره رفتیم جلوتر، گفت حالا 1 حالا 2، حالا 1 2 1 2، لبخند بزن 1 2. یه ذره رفتیم جلوتر، برگشت گفتش که مسافرین عزیز متاسفانه 3 تا موتور خاموش شد، ما الان داریم با باد حرکت میکنیم. یه ذره دیگه رفتیم جلوتر، یهی برگشت گفت مسافرین عزیز متاسفانه باد وجود نداره، ما تو حالت سقوط قرار گرفتیم، این سقوط هیچی از ارزش‌های ما کم نمی‌کنه، ایشالله قهرمانی دور بعدی. گفتم چی داری میگی؟ یعنی چی سقوط؟ یه ذره دیگه رفتیم جلوتر،
گفتش که مژده سقوط کنسل شد. گفتم ای والله موتورا روشن شد. گفت نه قرار بزنیم به کو دردش کمتره. گفتم چی کار داری میکنی؟ همینطور که داشتیم میرفتیم دیدم یه خانوم موجه داره از کو میره بالا. گفتم سوژه یاف شد. گفت این سوژه نیست، اون 12 تا سوژه هم. گفتم تو اصل سوژه اینه. گفتم بابا اینو ببین، من میخوام با این ازدواج کنم. گفت کو ارتفاع زیاد، من اصلا نمیبینمش. گفتم بیا تو رادار بهت نشون بدم. گفتم تو رادار اینه، بزن کنار. زد کنار، خانم همینطوری داشت از کو میرفت بالا، برف شدید میومد. گفتم خانم ببخشید کجا میرین؟ گفت دارم میرم قله رو فتح میکنم. گفتم که وسیله است برسونم بهتون. پیاده ننی. گفتم من میترسم. گفتم نترسین، دو تا مسافر خانم دیگه هم میزنم تو راه، سریع میریم. گفت چی داره میگی؟ شما اصلا با هلیکوپتر بلدی پرواز کنی؟ گفتم هلیکوپتر مثل هواپیما دیگه. گفت مگه با هواپیما بلدی؟ گفتم نه. گفت چی میگی آقا؟ من میخوام پیاده برم بالا، این همه ماه تا اینجا رسیدم، الان 2 قدم دیگه مونده، میخوام برم قله رو فتح کنم. گفتم شما اصلا این کوه رو بلدی؟ گفت بله. گفتم رشته کوههای اینجا رو بلدی؟ گفت بله. گفتم دامنه ها هم بلدی؟ گفت بله. گفتم جلگه ها چی؟ گفت بله. گفتم بنبست انصاری کجاست؟ گفت چی میگی؟ اجازه میدی برم؟ گفتم نه 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 نه. یهو یه بهمن تشکیل شد، خورد به دختره، رفت پایین کوه. بعد دیدم خیلی رفته پایین. گفتم طاقت بیار میام کمکت. کت کت کت. یهو دیدم دومی تشکیل شد، چست بردش واقعا پایین، خیلی رفت پایین. بعد خلبانه برگشت به من گفتش که چی شد؟ گفتم باباش بهش زنگ زد، گفت زود یه بهمن بگیر بیا پایین. گفتم بشیم سوار هلیکوپتر بشیم بریم. گفت بنزین ندارم. گفتم چیکار کنیم؟ یه 4 لیتر در آورد. گفت ببین تو عدا شیلنگو در بیار، من دستامو اینطوری میکنم از یه هلیکوپتر میگیم. من تو عدا شیلنگو در میآوردم، اونم اینطوری میکرد. گفتم یه هلیکوپتر رو میشناسی؟ گفت آره. یارو اومد پایین گفتش که تو بنزین از این بکش برسون. من تو بنزین رو میگرفتم میکشیدم تو این، بنزین رو میگرفتم میکشیدم تو این. یارو گفت من میشینم تو هلیکوپتر، خلاص میکنم تو هول بده. خلاص کرد، هول که دادم پرواز کرد، رفت بالا. گفت اسقلت کردم. زیر اون صندلی واقعا یه کارددیه 1,000,000 تومانی بود. گفتم منم اسقلت کردم، من بنزینم نریختم تو باکت، خوردم. دیدم بو هلیکوپترش کلا پیچید اصلا. گفتم چیکار کنم؟ میشه اینطوری شد؟ اون خانم موجهم رفت پایین، دیدم 50 تا قله است، پرچم خانومم دستمه. گفتم برم خودم فتحش کنم. رفتم بالای قله رو برد کنه. رفتم بالای قله، یه دیدم خانوم همینطور خسته و برفی داره میاد بالا. گفتم خانوم وقتی با بهمن رفتی پایین نفهمیدم چی رفت، حالا که اومدی فهمیدم چی اومده. 20 دقیقه که اون پایین بودی واسم 20 سال گذشت. با من ازدواج میکنی؟ گفت نه. گفتم اه بهمن، من یه بهمن دیگه زد دیگه رفته. چاکری. چی بگی؟ چرا یه گوش میگی؟ خب برم بگم بفهم چی میگی. میگم برو. چرا برو؟ تو برو. کجا برم؟ من کجا برم؟ من اومدم بسه تو مثل بقیه. چرا با بقیه نمیگی برن؟ خب چرا اون وسط واسطه دی؟ خب یه جو هوایی بسن. عزیزم مهمونای ما الان اون پشتن. آقا اشکالی چیه؟ من یه با آقا من دوست دارم با مهمون بیام. چرا همیشه نمیذارم من با مهمون بیام؟ آخه چی؟ چرا
الان چه تناره هست؟ الان چته عزیزم؟ من باکم چه گیری میکنم؟ نمیشه آخه دیگه درم میشه کنه با من اگه رفیق توریستم ولی دوست هم نداریم. چرا؟ قضا باکم کی میشه بگه؟ به کی کار دارم با؟ باکم بذار منم بفهمم که از بقیه مستثنا نیستم. تو درم تو بطن قضیه با بقیه رو همراه هم با. عزیزم تو تو بطن قضیه هستی، تو در مرکز توجه و محبت هستی. خب اینجا هیچ وقت نبودم، همیشه دوست داشتم بیام. ببین دوست دارم مهمون باشم. یادت نیست تو فصل سه با مهمون بودی؟ باشه مناسبت داشت، روزی چپدست بود برای آورده بودی دکترم. روزی چی بود؟ چپدست. چی؟ چپده. روزی چپدست بود گفتی دکتر بایرام چپدست دکتر بایرام بخواستی بیاری؟ گفت کسی نبود مهمون، من باید بیا آوردی، کسی نیست دیگه، چپدست هستم، دکتر هست آوردی برام، اون که بحث جداست. دکتر جون، قربونت برم، مهمونا، ببین، آخه ببین، اینا با هم خاطی... چی؟ میخوای بگی خیلی ضعیف و شکننده ای؟ شکننده بیش کردم، چی کار کنم، راه حل بده. عزیزم، نمیشه. بذار بچه، حالا که شده؟ اینقدرش اصلا مهمون رفت دیگه دیده آیه واقعا اینقدر معطل میکنی میره بذار بره اون مهمون بیا توی خونه برکت خونه رو بره بذار بره چقدر من صابخونه وایسته تا مهمون بیاد آقا شما صابخونه من مهمون شما چه جوری پسید که ببینم تو این مدت شما با مهمونا چه رفتاری میکنی بعد تو عید خب تو عید خوش رفتار چی خوش رفتار خوش رفتار آره. چه جوری رفتار شخص خودمو دارم چه جوری مثلا کی چه جوری معلومه شما بشه صابخونه بشه مهمون شما صابخونه من صابخونه شما صابخونه مهمون من مهمون مثلا میگه در میزنی دینگ 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 کسی قراره بوده بیاد کی قرار داره دینگ دینگ ای بابا اینه که بابا دینگ 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 بله بایرام جا شما این؟ یه پنج دقیقه دیگه زنگ بزنی من دستم بنده بله من هم درست دارم پنج دقیقه دیگه زنگ بزن باشه اومدم ای دیدنی؟ برای چقدر کراق تو یه ذره جا چرا همه یه چراغاش خاموش شد؟ من چون سایه هم میفته رو پرده نمیخوام برو باشم سایه میفته برو باشم نمیخوام چی سایه چون میفته رو پرده خوابیدی که دیده نشی؟ آره سایه رو پرده میفته بفهم نیستم من نمیخوای منو را بدی؟ بایرا ای بابا فهمید بابا اومدم ای دیدنی چه کاری قرار شد نشون بله بله, بله جان بایرام جان باز کن لطفا اومدم ای دیدنی منم خودم هم تنها کسی رو بیا خیر خوب دوتایی بله دو تا اضافه نمیشه نه قول بله بیا والا چلق 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 سلام عیدت مبارک عیدت مبارک باید خود رو روز نکن بکی بفرمی کجای نکه اون رو زمین بکی مورا تازه گرفته سریع میخوای بذاری روش خراب بکه برو بار زمین بکی رو زمین عزیزا بابا رو زمین خاکی باش خاکی چه ربطی به خاکی بودن داره ببین رو زمین بشیم ببین بشی نشی اونجا خراب میشه بشی بابا بشی بشی خب چه خبر خیلی خوشحالم میبینم خبر ای بابا خب چه خبر بگو زودتر خوبم ببین. شما چطوری؟ من بعدم چرا؟ ایجا بعد میشم ایده بد میشی؟ آره تحت فشار حال نمی کنم ایده بده حالا عجب بابا نه سرها میره علیه کی سری به یه سیمه رو داری کرا مدام مهمونی؟ کی گفته مهمونی؟ یه خونه خودته اینجا خب باش اومدم مهمونی دارم نه نکن چرا؟ نشسته از تو کثیفه پر کرم هم از توش پر کرمه؟ آره به نظر نمیاد خیلی نه پشت بوده پر کرمه
در بزنی بیا بیرون. الان زنگ بزن بیا بله. بیا بیرون. بذار سعی تو نفهم بیده. خب بشم پایی. شکلات که قند داریم. الکی شکلات. ما را سن منشوار نیست که شکلات بخوریم. آجی رو بخور. آجیش خوشمزه است. فقط با روغن خیر درست شده. با روغن خر. خر. اینا رو با روغن خر درست کردیم. بله. به نظر نمیاد. چه خبر؟ با بس دیگه چقدر آخه زیاد نیست؟ نه بخور راه باش بیری پاشو گل بخور گل مگه زنبورم اون رو نخور ای بابا چقدر خسیسی خسیسی آقا چه خسیسی نه ببین زبان داره مهمون وقت مهمون خب توضیح بده مهمون زمان داره نخور نخور حرف بزنی دهت میجنبز نشه بی احترامیه به من وقتی شما حرف میزنی دهنم نجنبه؟ نه خودم حرف میزنم میتونم بخورم؟ نه خور بگم ای بابا دو دقیقه اومدم ببینم ببین چی کار داری با من میکنم شربت البته بفرمی اون گله رو بزن آب بزن اینه شربت میشه اون برام چرا تکون تکون میخوری؟ نه این چیه ذره به هم نه راحت باش چقدر عصبی نه عصبی چه خواب خوبی؟ آره خندوانو خوبه؟ برای همه چی؟ خوب در میاری حالا؟ در میاری خوب تو خندوانه؟ چیکار میکنم؟ در میاری خوب تو خندوانه؟ پولش خوب است؟ بله خدا رو شکر. بچه داره شدی؟ تو راهه. اه برکه. چه خبر دیگه؟ خوبه. چاق شدی یه ذره. ریختی ول کردی خودتو. بین خودمون باشه شکسته شدی. به هر حال زمان میگذره. زمان میگذره. همون همونه که. چرا من شکسته نشدم؟ همون شکلی هم. 20 سال دیگه بیا همون شکلی. 40 سال دیگه بیا همون شکلی. بایام همونه نه خدا رو شکر ماشاءالله بهت چش نخوری ریختی ریختی ول کن خودتو دیدم حتی پشت نخور اونو ای بابا حتی پشت آیفون دیدم زنگ زدی دیدم خودتو جم کرد اومدی تو خودم رو جم کردم چجوری باید جم بگیرن چه جم سر بود فقط تر نداشتی دیگه خب دیگه خوشحال شدم دیگه فیلم ببینی؟ بله ببینی اوه چه سریال چقدر جورابات خوشکله واقعا با شما ارتباط نداره با من بده چه کنم؟ پترو با من بده پترو بار نشستن نیست پترو میدازن رو شما به من گفت بالای شما بده ای دیدنی نه ایت رو خود بزن خوابید بله خوابید اون محافظ مبله من که میزن مبل آسیب نبینه اون ضربات رو به خودش بگیره مبل آسیب نبینه ایربگه من سریاله ای رو هوا رو ببینم چه خوب بیکارم دیگه منم هم همینطور دوست دارم ببینم پس حرف نزن دیگه حرفامونو زدیم دیگه همه چی گفتیم دیگه پول خانوانه رو گفتی که خوبه برات چاق هم شدی بچه هم تو راه هم بسته دیگه حرف دیگه نیمونه خیر بس دیگه تو بردن شما ردیفی هی سخت نیست اینجوری چرا با چشم باز خورده خمیاتی خور رو پف میکنی هم زن بزنم اورژانس خب بیدار شو لاغل با من خدافزی کنم من برم چقدر وحشتناک میخوابه چقدر ترسناک میخوابه این چه خوابی داری بعد نمیری بریم بیایم من مهمون دارم مهمونا رو دعوت کنیم بیان تو آروم بگین بریم بیایم یک دو سه بریم بیایم
دعوت میکنم از سهر ولد بگی و نیما فلاح. بفر. سلام. ولی قربون لبخند و خنده همتون. به به. به همینطور قربون شما. بفرمایید که چه خبر داریم، چیکار میکنیم؟ شکر خدا. اصولا رسم خانوادگی داریم؟ آره. چی مثلا؟ آره ببین، هم سحر اینطوره هم من، خیلی اصول اهل خانواده ایم، یعنی رعایت میکنیم که مثلا خاله بزرگه رو باید بریم ببینیم، دایمون رو بریم ببینیم، بعد بشینیم اونا پاشن بیان. اینجوری نیست بگیم آقا ما نیستیم، حالا بعد از 13 هم مثلا ببینیم تو. نه، یه چیزایی رو ما پایبندیم. اگر بقیه مسافرت نباشن یا الکی نگن مسافرتیم، حتما میریم خونهشون. حتی اونایی که مسافرت رفتن مخصوصا میریم دم در خونهشون و کارت هم میذاریم. آمدیم نبودید. قبلا نه این کارو میکردن، الان دیگه نمیاد هیچ که بذاریم آمدیم نبودید. آره. آره. چه جمله باحالی هم بود. آمدیم نبودید. اصولا سفر میریم کجا میریم؟ اصولا اگه بخوایم بریم شمال همیشه یا چالوس. دیدی؟ سفر بستگی داره. تابستون، زمستون ترجیح میدیم که بریم به سمت جنوب. جایی که گرم و نرم باشه و آدم کیف بکنه. مثل کجاها مثلا؟ مرنجاب، کویر مصر، هر کدوم اینا بعد هر کدوم یه زیبایی خودشو داره. خیلی زیباست. خیلی. یه ذره اگه بخوام برن جنوبتر، خب بهتره، رطوبتش بیشتر میشه. اون موقع من جزیره هرمزم پیشنهاد میکنم. خیلی زیبا. خیلی زیبا. ببین انقدر جاهای اینجوری داره ایران. من قشم نرفتم ولی کلی از زیبایی قشم شنیدم. نمیرین؟ امسال نوبتش نمیرین؟ شاید بعد از اینکه تعطیلات عید تموم شه. هنوز اولش خنکم. آره امسال بریم. ما تو تابستونم مثلا اینجوری بوده که کیش بودیم، یه سالی هم کیش زندگی میکردیم. حتی تو تابستونم میشه اینطوری نیست که حتما بگی زمستون آدم باید بره جنوب. بله. حس و حال تابستونم تو جنوب یه جور خوبیه. بله. پس این جمله‌ای که من گفتم بستگی به فصلش داره اون مالی. خب جمله خیلی معتبری نبود. کلی هم فکر کردم توی سه ثانیه تماش کردم. بستگی به خب بستگی به حال منم داره. بله بله خانم. آره پس شما بگی خانم. حال هم زر بره نفس. عوض شد جمله. این بود که کجا سفر میری؟ بستگی به حال خانم داره. بله این درسته. نفس. حالا بد میشه چیکار میکنی ما؟ اصولا سعی میکنم که شعاری نیستا، که حالم بد نشه. سعی میکنم یه اتفاق میفته. آره راههایی یاد گرفتم که فرار کنم ازش. خیلی کم حالش بد میشه، خوش به حالش. ولی وقتی هم که حالم بد بشه از درون و بیرون اینا نابود میشه. یا خدا. ولی راه حلی که یاد گرفتم حالم بد نشه، همیشه فکر میکنم که اون آقا برادرمه، این خانم خواهرمه، اون خانم خواهرمه، اون آقا هم برادرمه، اینم برادرمه، حالم بد نمیشه. میدونی اگر احساس بکنم واقعیه؟ بله بله بله, بله. اصلا فیلم نیست داشا. و واقعا وقتی که میگیرم یه نفر بغل میکنم، واقعا با عشق و علاقه بغل میکنم، یعنی میگم برادرمه دیگه. این هر چی بگی میگم برادرمه. وظیفم چیه؟ بهش بگم داداش اینجا رو اشتباه. برام چیز ناراحت نمیشم دیگه، بهش میگم. اگرم نه ازش دارم یاد میگیرم یه چیزی رو. بنابراین یه ذره تونسته توی این 4-5 سال اخیر اون انرژی اضافه‌ای که ازم میره رو کمک کنه. اینطوری خود برای خودش یه راه حل پیدا کرده. چی حالتو بعد میتونه بکنه؟ بی احترامی. آره. ببین بی احترامی چه شکلی؟ مثلا تو رانندگی. تو ترافیک و اینا خب خیلی حالم بده. اگر 4 سال پیش بود ببخشید یه ذره جلوتر ماشین رو نگه می‌داشتم، درواز می‌کردم می‌رفتم جلوتر تو ترافیک، در ماشین یارو رو باز می‌کردم و شروع می‌کردم صحبت کردن باهاش. ولی صحبت کردم
نه اونجا بعد دیدم به جای رسید که درواز میکنم من صحبت میکنم آقای برمیگرده صحبت میکنه آقای برمیگرده ای سلام آقای فلاح حالتون چطوره بعد من شناخت دیگه نمیتونم دیگه اون کاری که 4 سال پیش میکردم انجام بدم داداش من بعد ای خب این داداش من جواب داره میده و اینا دیگه الان طوریه که میپیچه سر میگه ای واسه چی بهش راه دادی خب باشه داداشم عجله داره بذار بره همه فامیلاش تو خیابونن دمه راه میده منم یه بعدم فاصله دارم این اینم دختر خالت بود زندهیت بود نیما جان دیگه ایچی با فامیلا شد ولی از دست این فامیلا شد تحلیلی که سهرم میکنه فامیلای خیابونی قصه زندگیمون از صبح تا شب اینم باعث میشه که واقعا بخندم واقعا خنده‌ای که سهر منو وامی داره باعث میشه که از اون اصل ماجرایی که منو درگیر بخندونیش؟ با هم از زهر خیلی آره آره آخه جفتتون با هم از زهر نه خیلی هم میخندونیش؟ بله آره؟ خیلی زیاد چی کار مثلا میکنی میخندی؟ من فقط کافیه خود خودم خود واقعی باشم میخنده نمیدونم چی کار میکنم ولی خود خود بعد وقتی هم که عصبانی بشم بخوام با عصبانیت یه چیزی بگم باز میخنده شده عصبانی بشه بخوای با عصبانیت یه چیزی بگم یکی دو بار شده کی؟ یادم نمیاد و عصبانی دیدی این کیا هی فرو برده پایین اینجوری شد الان تا اینقدر بیرونه سالیان سال اینقدر هم بیرونه نه من اوایل زندگانی گفتم که اینو از بچگی شنیدی که آقایون بالاخره یه جایی داد و بیداد میکنن گفتم که خب پس اگه اینطوری باشه بنابر این دلایلی که گفتن همه آقایون عصبانی میشن پس نیما هم باید عصبانی بشه دیگه یه روز گذاشتم پشتش که صدای نیما رو در بیارم همه کار کردم در نیمد من هی اینجوری تار شدم نیما هی بعد هر یه دونه ای که نیما ریلکس در میشد من آتیشی تار تهشم در حیات رو واکر رفت تو حیات نشست گل و درخت و اینا که و من گیسامو میکنم نیما واقعا و هنوزم همین جوریه هنوزم همین جوریه چقدر قشنگ که اخلاقت اینجوری آفرین تشویق بدی نه بابا من اینجوری نیستم شما چی ناراحتتون میکنه همه چی آفرین من اصولا بخش حساسیتم خیلی بالاه بعدم کافیه یکی بهم بگه خیلی حساسی همین که بهم میگه خیلی حساسی بدتر میشه خب حساسم دیگه میدونین من حساسم پس چرا بهم میگه حساسی خب حساسم حساسیتم انگولک نکنی نه من از بچگیم حساس بودم بل همه چی من از بچگی دارم رفتیم عینک بخریم بعد نیما گفتش که سحر این عینکی گرونه بعد دیدم خب هیچ دلیلی نمیتونم بیارم گفتم من از 7 سالگی به عینک میزدم بعد نیما گفت باشه میخریمش چه خوب که اینقدر راحت با هم کنار میایین چقدر خوبه این به نظر من تو زندگی مشترک از یک جایی به بعد اتفاقی که میفته آدم ها سعی میکنن همدیگر رو عوض کنن نباید این کارو بکنن درسته. باید به یه دو تا آدم جدید توی اون زندگی مشترک برسن فکر میکنم اینو بعد از 10 سال بله بله قطعا مثلا یه سحر جدید توی این زندگی مشترک یه نیمای جدید توی این زندگی مشترک آره خیلی درسته خیلی هم مزه میده بعضی وقتا نیما از خاطرات بچگیش تعریف میکنه این یکی جز از چیزایی که کلی به هم کیف میده و میخندونتم چه عالی آره. آشپزیاتون کدومتون عالیه؟ یه چیزای نیما یه چیزای من مثلا چی چی؟ غذاهای شمالی سحر یعنی من اگه بخوام میرزا قاسمی شروع کنم فقط هم مثلا اولش کباب کردن بادمجونه بعد سحر نمیذاره چون میگه میرزا قاسمی که من درست میکنم تو تنش نیستی تو داری خراب میکنی میرزا آره آره ولی خورشت بخوایم درست بکنیم قرمه سبزی و اینا میگه نیما جان پاشو اون لوبیاها رو بذار که آب ببن روش رو فلان کنه خورشته نیما بهتره من فست فودیم و مثلا غذای اینطوری تندی که بخوای سریع آماده کنی و غذا شمالی ها بابا چطورن؟ بابا خوب خدا رو شکر چیکار میکنن؟ خونه استراحت میکنن آقای ولدبیگی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین گریمورها و طراحان چهره پردازی سینما و تلویزیون ایران بودن و هستن هنوزم من به نوبه خودم هم ایشون رو خیلی دوست دارم هم عرض ادب و احترام میکنم و خواهشون هم که همه تشویقشون بکنم
واقعا. من میخوام بهتون هدیه بدم، هدیه مرسوم خندوانه که لوح عزیزمونه. با کمال میل. متشکرم. این لوحمونم من اگه اجازه بدید به سرکار خانم هدیه بدم. بله. خانم اجازه بدید من اینو تقدیمتون بکنم. این برای ما خیلی عزیزه. و با علاقه فراوان و احترام فراوان اینو تقدیمتون میکنم. این خونه آدم‌هایی رفته که برای ما خیلی زیاد ارزشمندن که شما قطعا جزو اونا هستین. ممنون. شما و همسرتون. مرسی عزیزم. خیلی ممنون. خیلی برای ما خیلی با ارزشه. مخلصی. هر دوتون با هم لطفا بگید یک دو سه رو به اونجا با دست راست میگیم بریم بیاییم. بیاییم. آها. باش. ما حاضر. باشه. آما بگی. ما بگی. یک دو سه جواب. پس برای همین یک دو سه باید بگیم یک دو سه. یک دو سه. یک دو سه. ساره رشیدی. سلام. چند روز پیش رفتم تو آشپزخونه، بعد دیدم که یهو یه چی سبزی همجور فور 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 از تو قوری تو آشپزخونه اومد بیرون. بعد نگاش کردم جو نگام که گفت بفرما. گفتم که ببخشی. گفت بفرما. گفتم ببخشی من نمیدونم شما کین. گفت من قول چراغ جادو هستم. گفتم ای وای شما قول چراغ جادو هستین، چقدر شگفت انگیز. گفت آماها چته ها، من قول چراغ جادو هم. تا من خیلی هیجان زده شدم. گفت نگاه آروم باش، اگه آرزوی چیزی داری همین الانه بگو، حوصلت میشه بگو، اگرم نه ما هزار تا کار داریم میخوایم بریم. گفت بله بله معلومه که من آرزو دارم، من آرزو دارم که یکی از بزرگترین آرزوام اینه که بدون اینکه تو صف وایستم، بدون اینکه بخوام ثبت نام بکنم و اینا، یک پرایدی داشته باشم. ها بعد دیگه آرزوم، خیلی آرزو مهمی که دارم، یکی یه کار کوچیکی تو شرکت تو همین پتروشیمی شیراز بتونم داشته باشم. بعد دیگه گوشت به مقدار لازم، دو تا سیب زمینی، بعد چهار تا تخم مرغ، بعد یه ذره آجیلی. گفت نگاه نگاه هم وایسو، تو من با هیئت دولت اشتباه گرفتی، من قول چراغ جادو هم، گوشت میخوام، اینه میخوام، اوه میخوام، کار اینه میخوام. عجیب عجیب. بعدی آیت بیغم. آقا به خدمتتون عرض کنم که من تو این مدتی که توی خندوانه بودم خیلی رفقای خوبی پیدا کردم، رفقایی که لحظه لحظه که باهاشون معاشرت می‌کردم خیلی خیلی انرژی می‌گرفتم. خب من خانواده شهرستان هستن، توی تهران یه کلبه درویشی کوچیک دارم که تنها دارم زندگی می‌کنم. خیلی از بچه‌های خندوانه که از شهرستان میومدن تهران، جایی نداشتن، میومدن خونه بنده، قدمشون روی فرق سر من. این قبول. ولی محمد معتضدی، حسین شاهرخ نیا، بهزاد قدیانلو، آقا شما که دیگه خونه داشتین تو تهران، شما دیگه چرا اومدین بخوابین خونه من؟ حالا عیال روزهای پایانی خندوانه هستش، من وسایلی که یه سری از بچه‌ها جا گذاشتن توی خونه‌مو میخوام بهشون بدم. همین سوهیل، سوهیل بیا و مسواک تو بردار. بودو. واسه 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 بیا. اینم بردار. این مال پسر عموت بود از بندر عباس اومد. گفتش جا ندارم. برو. برو بابا. برو. جواد. جواد. بیا بابا. این تخمه از جیبت افتاده بود بیرون. ببر. واسه 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 واسه. ناصرم میبینیش؟ بیا. این موزم بهش برسون. بهنام. بهنام بیا بابا این شونت رو بردار، جا مونده بود. متین
متی بیا عزیزم شیشه شیرتو ببر. آی جوان میبرم تو کمدتون میذارم بیاین بردارم خدا شد. دیگه به هر حال کار میکردیم، خوابگاه بچه های خنداننده شو بود، اونجا داشتیم تمرینامونو میکردیم. حالا دعوت میکنم از وحید رحیمیان. سلام. سلام، حالتون چطوره؟ عالی. آقا شهرت به آدم چی میده؟ نه دایرکت، دایرکت میده. مثلا الان چند نفر من، یه نفر دایرکت میداد که اصلا یه مدت که مثلا منو آسی کرده بود، هی میگفت داداش 2 میلیون داری به من قرض بدی، داداش 2 میلیون، من دیگه بلاکش کردم. بعد یه نفر میفرستاد که قیمه، بعد این مینویش قیمه، بعد من جوابش رو نمیدم، دوباره مینویش قیمه، بعد دوباره من جوابش رو ندادم، دوباره نوشت قیمه. من واسه خودم سوال بود که این قیمه عوض کرده، یا اینکه مثلا داره قیمه میخوره به من میفرسته من دلم بخواد، یا اینکه مثلا قیمه میفروشه. بهش دادم که داداش قیمه چیه داستانش؟ گفت هیچ، قیمه تموم شد، الان دیگه قرمه آماده است. بعد میشه قرمه، الان چایدم میفرسته قرمه. بعد این نفر عکس اسلحه فرستاد، بعد من دوباره جواب ندادم. بعد دوباره یه اسلحه دیگه فرستاد، دوباره جواب ندادم. همینجوری اسلحه میفرسته، یه اسلحه، همینجوری اسلحه میفرسته، تا اینکه گفت یا میکشمت یا باید اسلحه ها رو بخری، که البته من اسلحه ها رو خریدم. یکی دیگه زده که پسر آقا جلال، من اسم بابام جلاله، من برنج سر کوچه‌تونم، برنج فروشی سر کوچه‌تونم، به بابات بگو 100 تومن رو برداره بیاره بده. این نباید میخوندم نه؟ آبرومون رفت. یه نفر تو این دایرکت ها بالاخره یه خانم موجه پیدا شد، به من پیام داد، خیلی موجه. بعد دیگه اصرار میکرد تو بیا ببینم اتون. من گفتم چی فکر کردی راجع به من؟ ساعت چند بیام؟ اینو به من بگو که من کی باید بیام که زودتر دیگه بیام. بعد یه ما قرار رو گذاشتیم و اومد یه آقای اومد و گفت آقا وحید منو میشناسی؟ گفتم نه. شما؟ گفت من همونیم هم که دیشب به پیام دادم با پیج فیک اومدم، خیلی کثیفی، 2 میلیون رو به من بده تو رو خدا. این همون 2 میلیونیه بود. بعد یه خورده با هم یقه همدیگه رو گرفتیم و اینو، یه دونه زد در گوشم، بعد جای انگوشش مون رو صورتم. رفتم خونه داشتم دید، گفت چی شده؟ گفتم بابا هیچی، بابا نفهمه. فقط گفت نه چی شده بگو. گفتم بابا هیچی نگو، بابا نفهمه، یکی از فالوورام اومد زد تو گوشم و اینا. یه بابام فهمید، بابام وقت قاطی میکنه کلماتو جا به جا میگه، گفت فالویره کتکی چکی صورت انگوش جایه، یعنی چی؟ گفتم بابا باید نداره، میخوای شکایت کنیم؟ گفت بابا پول ندارم شکایت کنم، چه پول ندارم دیگه، پول ندارم دیگه، پول ندارم، اعصابم خورده، اعصابم خورده، صداشم اکویی میشد تو این تان، پول ندارم، پول ندارم، پول ندارم، اختلاسه، اختلاسه، اختلاسه. دیگه پول نذاشتن چه، پول نذاشتن، هی کاناداه، 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 عشق و حالش واسه اونایه، اونایه، بدبختیش واسه ماه. بابا پول نبرد دیگه. گفتم بابا آروم باش، تو رو خدا اینقدر نزن خودتو. گفت بابا پول نداره، باخه پول نداره، همشو بردن، همشو بردن. اینجوری بابا، اینجوری. مکنی ماهی میخورم، پشکشی چای میخورم، قریه ماهی خانداره، یه مشکی آشقاندار. مقری ماهی میخورم، پشتشی چاهی میخورم، قلی ماهی خوراکمه، زد و پتن که با کمه، عل ماشالله، صبع صاحله. یه لحظه دست نزنین، یه لحظه شا بخون. صبع صاحله، حل ماشالله، صبع صاحله، حل ماشالله. خب از
عزیزم یه لحظه صبر کن. اولا من حالا بعد شد شماره این شکلی دیدم. چی شده آقا جان؟ چی شده عزیزم؟ انگار بسته بندیت کردن. اگه اتفاقی افتاده بگو ما هم بدونم. اگه چیزی شده بگو ما هم بدونم. ما دلش دارم. عین کرم تو شفیره شدی. میدونم. الان بروم نیار، بروم نیار. خب بعد یه سوال دارم. شما الان لازمه با این وضعیت که اینجوری بسته بندی شده دهن باز نمیشه آواز بخونی؟ وظیفه‌مو انجام ندم. وظیفه‌مو انجام ندم. دمت گرم تو اینقدر با معرفتی. اوه دیمه. اوه دیمه. طایفه عروسیم 150 سواریم لیله شیران باشیم جان جان چی شده؟ بگو ما طایفه عروسیم 150 سواریم جان جان اون صده سازت هم یه دقیقه حذف کن جان جان بخون ما طایفه عروسیم 150 سواریم لیله میگو خب عزیز من رامبو جان له و لوردت کردن چرا همچین میکنی؟ رامبو جان بله. ژلوفن داری؟ آره آسپرین داری رامبو؟ همه چی هست الان آره میبرم دکتر اصلا چرا نه نمیخوام رامبو قربونه بیشین یه دقیقه من چند تا ساعت هم بپرسم باید سعی تبم کار دارم بگو رامبو قربونه رام تو مهمونی بابا سکته کردم میدون یک کم دردم بگه چسبه تو بس یار بالا بالا ای نازنین یار حالا تا گفتم داده بیارم که وظیفه‌مو انجام داده باشم آفرین. انجام دادم آفرین عالی بود رامبو جان بله اینم سیف کنم برای کجا آی یار 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 بالا بالا جان 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 بمیرم برات سلام علیکم اینقدر تو آدم حسابی و مهربون و باحالی چی شده جون دلم میدونم بگو تو مهمونی ای دیدنی خب. این بوس کردن رسم قبول داری؟ بله این دو بوسی درسته یا سه بوسی؟ نمیدونم هر کی یه جوریه آخه ما دو بوسی انجام دادم طرف سه بوسی اومد سه بوسی انجام دادم طرف دو بوسی اومد دماغم رفت تو صورتش از سه جا شکاف قذوف از بین رفت دماغ تو؟ آره دماغم الان قذوف نداره دوست داری دماغ میخوای ای یار ای یار یار بالا بالا دمت گرم داده تو تبدیل میکنی به آواز رام بود میخوام کم نیارم بابا اصلا تو شاهکاری رام بود این بوس بدبختم کرد چرا؟ رفتم اونجا بوس که دماغم شکاف ای دیدنی؟ آره آره بعد عمه هم اومدن سراغم بوسم کنن آره 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 اولش عمه سمبوسه اومد عمه سمبوسه؟ بله بله خیلی بوسه های سمآلودی داره بوسه های زهرآگینه ایوا ایمان بوس کرد یه روب گیج بودم بوسش رفته بود تو خونم رون بود قلبم تپش گره دیوونه داشته عزیزم میشده. مگه ماره که بوس میکنه زهر آره آره ماره آره ماره آره رون بود خب عمه سمبوسه رفت عمه سمبوسه ببه گوشی تو چرا ای یار 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 بالا بود بشنگ رام بود خب نه بگو چی رام بود بعد عمه سبوس اومد خب خیلی بوسه های زبری داره میخراشه خب ولی عوضش خیلی خاصیت داره عمه چی؟ سبوس عمه خاصیتش چیه؟ سبوسه دیگه میگن با سبوس با بخوری خیلی خاصیت داره برای گوارش بله برای گوارش اصلا روون شدم رام بود خیلی خیلی روون تر شدم آقا بعدش عمه نبوس اومد عمه نبوس؟ بله بله اصلا به بوس علاقه ندارم بود خب مو یادم نبود خب رفتم بوسش کنم جا خالی داد با سر رفتم تو گلدون کاکتوس وا. کش چپمو برای ای الان باند پیچی اینجا رو کردم. بله بله امن آخرش امه کابوس اومد ایشون چه ویژگی دارن؟ کابوسه؟ بسیار وحشتناکی داره بوساش وحشتناکه؟ رام بود امه کابوس که میبوسه خب جنا میفتن دنباله جنا افتن دنبالم امه کابوس هم ولم نمیکرام بود گرفته و نفسم رفته بود که آره یار آره آره این اصلا علکی خوند چه ام اینا چه امه هایی هم نمیدونم رام بود حالا بوس رد کردیم بوس رد کردیم رفتیم نشستیم اونجا به عید دیدنی عید دیدنی عید هم که میدونی باید تو ده دقیقه همه چیه جمع جور کنی چون باید سریع بری عید دیدنی بعدی مهمون بعدی هم میاد چایی داغ آوردن میوه هم آوردن جفتشو با هم خوردم خب. پنج تا عدندونام ترک خورد
اینا آنگاه کو آه واسه نیست یه تعداد از دندونات نه نیست نه اونا ترک خورد ریخت تو گلوم لوزم خراش داد الان لوزم لوزه سوم داره بردم دکتر گوش حلق و بینی خوب سراغ داری؟ بله دارم آفرین بازی کو آفرین رامبوت بله خیار برداشتون گفتم زشت یه وقت بهشون بر میخوره یه چاقو استیل آورده بودن از این چاقو استیلا دیدی سرش اره یه ماس هم نمیبره آره الکیه خیار سعی کردم با این پوست بگیرم چهار تا از انگشتام رباتش قطع شد نه بابا چرا الان قطع من میخوام بگم انگشتات تو چرا بستی نه وجود چیزی رباتش قطع آی هاره یا چی کار باید بکنی؟ ربات قطع شده جراحی میخواد کردی؟ نه نه وصل میکنم وصل میکنم رامو کی وصل میکنی؟ وصل میکنم آجیل آوردن یه مش پسته ریختن تو ظرفم تماما بسته خب؟ ما گفتم آبروزی نشه بروشون اینا رو لافون بدم گفتم ما استاد باز کردن پسته با انبردستم انبردست آوردن اولین پسته که خردم انگشتم رفت کامل یکی از انگشتام افتاد زیر مبل آره گفتم بروشون نیارون زشت مهمونی بابا تو چرا رو دروازه بی خودی داری به آدم ها یکم گشتم پیدا نشد انگشت الان خونه اونا؟ زیر مبله آره زیر مبل افتاده رامبو این اونجا خراب میشه انگشتم خراب میشه؟ آره مبلشون یا خراب نشه زشت نه آقا مبل خراب نشه چی انگشت خراب میشه بعد بو میگیره اخه خب برن سب کن بعد مورچه ها ممکنه بیان ببرن اتفاقا مورچه ها اومدن آره جون زیر پام اینا به این بوده پس آره رامبو شوهرش اوستا مهمونی ادر اومد تو سر حال خدا رو شکر سر حال بهش گفتم آقا مجید خدا رو شکر اون مواد کثافت گذاشتی کنار اون منجلاب در اومدی خب زنش سینی چای عدسش ول شد بلند شد جاروی ورداش افتاد رو آقا مجید دسته جارو کرد تو کلیه آقا مجید اون بود یعنی مثل عافیت باشه رامو متشکرم آموکسی کلاف میخوای نه نه با بیعتصه زنه افتاده اون رو آقا مجید با دسته چارو این کرد تو کلیه بله بله این وحشی ها او وسط و رام بود این مردم چقدر اعصابا خورد شده سر این گرمونی ها قبول داری؟ جان آجا یه پیکیه الان اومد یه ظرف یخ خورده که انگشت جناب خان داخلشه نه بابا خدا رو شو پیدا شو انگشتت خدا رو شو اووردنه اووردنه ظرفتون اووردنه آقا عزیزم بیا اینو بگیر زنگ بزن اورژانس بیاد این آقا رو ببره با این ببرن بیمارستان بابا تو چرا بی خودی اومد اینجا آواز میخونی واسه ما رامبود عزیزم انگشتت بعد چیز بشه چیز بشه پیوند بشه رامبود ها شادی برنامه به کی تقدیم کنیم چی به کی میخوای مهمه برام نمیدونم دوست دارم تعهد میخوای به شاد انگشتت رو تقدیم بکنیم به چی انگشت قد شده قشنگ آره آره قشنگ آره 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 قشنگ حالت بد نشه نه الان خندم رامبود ولی روحیش عالیه ها رامبود محکم خندیدم گوش چپم جدا شد ای وای یکم فشارش آقا بودو این داره میریزه بودو یکم فشارش میدی تو آره اینو آره رامبود پیوند کشکک زانو تو ایران اومده؟ آره بابا اومده پیوند میدن؟ بله باشه خدایا تو رو بعد بریم تو رو از اول بسازنه آره رامبو کبد خودش بازسازی میکنه دوباره یا نه؟ نمیدونم نه مثل اینکه شنیدم میکنه خب خدا رو شکر خدا رو شکر ولی بیا بریم بیمارستان شش بیا ببرنه تو رو رامبو بله لگن خوب سراغ داری؟ لگن خاسره؟ آره آره چی شده؟ لگن کامل خودشون چوبه از تو کلیه مجید آقا رد شد خورد تو لگن خورد تو لگنم از ای لگنم در اومد خوبم رامبود به طور کلی خوبم استخونه رونت سر جاشه؟ نه کامل سر جاشه رامبود کامل ستون فقرات ستون فقرات رامبود رامبود روده بزرگ و کوچیک هر دوتاش لازمه بره بدن
آره عزیزم معلومه. یعنی اگر روده بزرگ نباشه شر میشه برای آدم؟ بله. بله نداری؟ اخی نه چی شد؟ جان؟ اون چجوری آسیب دیده؟ یه چوبه بود گفتم خورد. اون چوبه مگه چی بوده انقدر به همه جای تو رفته؟ اون تهش گرفت تو روده بزرگم. خب روده بزرگم کامل کشید بیرون. فاهم. ولی خدا رو شکر روده کوچیکم دارم. دارون روده کوچیک اب داره؟ عزیزم تو الان چجوری داری حرف میزنی؟ رامبو جان. بله. ژلوفن داری؟ آقا کارت با ژلوفن راه نمیفته برادر من. بعد همین الان بری بعد بری سی سی اورژانس بخوابی اونجا کاراتو انجام بدن. رامبود. بله. بدن. یه لحظه اجازه بده. رامبود بدن. ها. بدون قلبم کار میکنم. آقا مگه میشه دست بردار دیگه. نه میدونم میگم. گذاشتیم اون سر کار. چون رامبود قلبم منس میکنم افتاده پشت نافم. نافم بعد هر تلمبه قلبو میزنه بیرون. یعنی اینجا داره میتپه؟ آره آره میتپه. کجام باید بتپه؟ عزیزم من این وقت اینجا چپ. نه اونجا دیگه ساکته. بذار نافت کو؟ اینجا این نافه؟ بله بله این الان میزنه اینجا تپش داره. آره آره خودم همینجا استارم رامبود. آقا مگه میشه همچین چیزی؟ چطور چی شده مگه رامبود؟ عزیزه دلم شما الان خیلی وضعیتت وخیمه. خوبم رامبود. خوبم نه حس بدی ندارم. خوبی؟ حس بدی ندارم. خوبم؟ نه حس خیلی بدی ندارم. خدا رو شکر تو رویت بی نظیره. بله رامبود جان. بله یه قرص جوشان ویتامین سه داری؟ عزیزم اصلا اینا ربطی به تو نداره. نه آخه میگن ویتامین سه برای سلامتی خیلی خوبه که بخورم. اون مال آدم های سالم و معمولیه نه این وضع وخیم. آقا بریم بیایم آهنگ و اینا رو بعدا بخونیم شادی رو تو بخش بعدی تقدیم بکنیم. اورژانس بیاریم بچه رو ببریم. باشه باشه. بریم رو به اونجا باشه. بریم یک دو سه بریم بیا اونجا یک دو سه